رفتی با این دختره پریدی، اسمت دختر مردمو گرفتی، راحت کردی گناه بعدی رو براش، یه فاحشه ازش ساختی. حساب کتاب ده، حساب کتاب ده. برعکسش دختر خانم، اسمت اون پسر ازش گرفتی، راحت کردی گناه براش، حساب کتاب داره، جا دور نمیده. آی کسایی که میتونستید مشکلاتشون رو حل کنید، لال شدید، دهناتون رو بستید، بشکن اون دستایی که میتونست کار اینا را بندازه و نکرد، وایستادید دیدید جووناتون تو گناه جنسی دارن غرق میشن، لال شدید، حرف نزدید، خدا کارتون داره. حضرت لوط که قومش دچار انحراف جنسی شدن، خدا هم عمدن و دوتا فرشته رو که فرستاد عادی نفرستاد، میتونه همتون از سقف بیان پایین دیگه، عمدن به شکل دوتا نوجوان خوشگل و خوشتیپ و مامانی از وسط شهر اومدن پیاده روان. یک جمعیتی پشت اینا داره اومد، رفتن خونه حضرت لوط، حضرت لوط دو مهمون برای من دیج، یک جمعیتی جمع شدن، حضرت لوط اومد بیرون، آیه قرآن ها فعلا خودم میگم تفسیرش هم معنی آیه است، اومد بیرون حضرت لوط، لا تفزحنی، بابا منو مفتزه هم نکنید جلو مهمون هم، چه کار زشتی آقا من تو جمع شده باش بخونه تو، گفتن نه بگو بیا. حضرت چی فهمون؟ برگشت فهمون، هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر نیاز جنسی دارید این دختران بیاد ازدواج کنید، فرق پیغمبر با ما تو همین هاست، با ما تو همین هاست. کسی که دغدغه مردم داره بین اون پسر و برادر خودش هیچ فرق نمیشه، چی میشه اون پیغمبر میشه ما نمیشیم، یعنی که من تو عمرن این کارو کنیم، عمرن امروز برگردیم دست یه جوونو ببینیم داره گناه میکنه بگیم بیا برو ازدواج کن، نه بناتی دختر خودشم بده، یه شرایط ازدواج فراهم کنه بره یه خواستگاری دیگه، خونه رو خونه دارن جمع میکنن، خالی نگه میدارن، اجاره میدن که دو گور گور به گوریش نمیدونم چقدر میخواد پول برداره ببره. الذی جمع مالا و عدده، جمع مالا پول و عدده، یه خونه نه دو تا ده تا 20 تا. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، همچین آتیش خورد کننده، یا حطمه آتیشی که لهت میکنه میشکند. بیچاره این مال امانت بود دست تو، تو دیدی جلوی این چشت داریم بچه جوان گناه میکنه، لال شدی، بلند شدی بری تو دانود به، بلند شدی بری تو این مسجد، تو همین مراسم، تو اون مراسم بگی آقا ازدواج کردی، جوان جوان خوبی هستی، دانود بهار میای امام زمانی، چرا ازدواج نمیکنی؟ نمیتونم اجاره کنم، بیا 3 سال من خونه بهت میدم خودتو جمع جور کن، بابا یه زندگی برای خود درست کردی، یه خوردن بچه ها تو دریافتی، خوبه بقیهش هم بذار برای ثواب جمع کردن، این جوان ها رو برد و بیاره بفرست سر خونه زندگیشون. وقتی انحراف جنسی رو دید سکوت، همه سکوت، هیچ کاری نداره، بابا این جوان 16 سالگی به میل جنسی رسیده، پسره 14-15 سالگی رسیده، 35 سالش ازدواج نکرده، این چیکار کرده با میل جنسیش؟ به ما چه؟ آی این ولزالین ها 3 انگوش بکشم یا 4 انگوش؟ آقا این 25مین بار مکه رو برم؟ بیچاره این مال امانت بود دست تو، تو دیدی جلوی این چشت داریم بچه جوان گناه میکنه، لال شدی، بلند شدی بری تو دانوت بوی، بلند شدی بری تو این مسجد، تو همین مراسم، تو اون مراسم بگی آقا ازدواج کردی، جوان جوان خوبی هستی، دانوت بهار میای امام زمانی، چرا ازدواج نمیکنی؟ نمیتونم اجاره کنم، بیا 3 سال من خونه بدیدم خودتو جمع جور کن، 3 سال من خونه بدیدم خودتو جمع جور، بیا 3 سال من خونه بدیدم.